Bismillahirrahmanirrahim. Şagirdai nihayet aziz. Salam. Emruz dersimo az barnome Excel hamchunon az tab formula shuru meshe. Formula ki emruz mikhonim e az lookup and references hob columns va hamchunon VLOOKUP. VLOOKUP va formula columns va shakli tarkibi az istifoda mekunim. Bibinin shogirdoy nihoyat aziz neja yak jadval jo'r mekunim. Masalan student ID bo'lsa, name bo'lsa, father name bo'lsa, course bo'lsa, badan start date end date marks bo'lsa, marks yani numarot shogirdi va inchan daraxir result bo'lsa natija natoyich. Xo'p, inora inchan masalan ID yoki shogirdlar nashtamikini masalan VS 001 be shakl to dar nashtamikunim. خب در اینجا همچنان یک نامگذاری میکنیم احمد سالی به شکل نام های شاگرد و همچنان نام پدر شاگرد. خب در اینجا میاییم کورس داریم دیگه، مثلا کورس کامپیوتر باشه، کامپیوتر. خب دیگه همچنان ستارتیت ما سپریاکو سپریاکو سپر ششو دوازور اجده اندیت ما سی بر پنج دوازار نوزده باشه. خب اینا رو تا پایین کپی میکنیم، کنترول دی به شکل، چون ستارتید و اندید ما تمام شاگردهای ما در عین تاریخ شروع ختم کردن. کورس هم همچنان همه گیش کمپیوتر باشه. میتونین کورس های مختلف همچنان داشته باشین دیجا. خب مارکس، مارکس مثلا نمرات شاگرد ها، مثلا 35 92 45 68 75 45 دوباره 62 18 35 78. خدا اینجا ریزلد از یک فرمول F استفاده میکنیم که نتایج ما را با ما کامیاب ناکام رو معلوم کنه. مصایبه F قصد شروع اینمی مارکس یعنی اینمی جی پنج سیلی جی پنج بزرگ از مصایبه پنجا مثلا باشه کاما دبل کوتیشه پست اضافه تر از پنجا و پنجا نمرات شاگرده پنجا و اضافه تر از او باشه باید پاس شوان یعنی کامیاب شوان. دبل کوتیشن دوباره کاما دوباره دبل کوتیشن. اگر پوینتر از پنجا باشه باید ناکام باشه، مثلا فیلد دبل کوتیشن پاس بند انتر. ببینید به شکل اینا رو
کامیاب ناکام از این را به این شکل نمایش داد. خیره یک دفعه ما فیلتر میکنم به این شکل. خب آیدی های ما آیدی را انتخاب نمیکنیم چون از یک سر بیاید. به این شکل با کاستم سورت و بعدا کالم را انتخاب میکنیم. کالم مثلا کالم جی از کدام کالم سورت میکنیم. خب از اینجا میگیم که مای داتا هز هیدر نو، هیدر نداریم در جای انتخاب خود. هیدر انتخاب نکردیم چون ما بعدا این را غیر فعال میکنیم. از کدام کالم؟ کالم جی باید نمرات ما یا مارکس ما در کالم جی قرار داره. سمالست لارج، لارج سمالست. مثلا بزرگترین قیمت را در اول جدول بیاره. اوکی میکنیم. ببینیم به شکل ما سورت کردیم را. یک قدر شاگرد ما کامیاب، یک قدر ناکام شد. خب یک جدول همچنان تنظیم میکنیم به شکل جدول. خب هیدر ها را به شکل یک زمینه هیدر ها را به شکل جور میکنیم. بعدا این شاگردای ماست، جدول شاگردای ماست که ما میخواهیم که در اینجا یک دیتابیس جور کنیم که هرگاه اینمی آیدی شاگرد ها را ما در این دیتابیس ما اد کنیم یا تیپ کنیم، مکمل اونمو معلومات و اونمو آیدی را با ما باید نشان بده. ببینیم به شکل. خب اینمی هیدرها را نوشته کده نمیشین. دوباره من به شکل انتخاب میکنم، کنترول سی کاپی کردم به شکل در سیل ای یک کلک کردم، کنترول وی یعنی دینجا پیست کردم. خب بعدا اینجا مثلا یک آیدی را برای امتحان نوشته میگونیم، مثلا وی اس 001 به این شکل باشه. باز اینجا فرمول خود را تایپ میکنیم. اینجا مساوی با وی لوکاپ نوشته میکنیم. از شروع اولا اینمی لوکاپ ولیو یعنی سیل لوکاپ ولیو را انتخاب میکنیم که از آیدی ما میخواییم معلوم کنیم که مشخصات شاگرد را. باز اینجا علامه دلار را دی تایپ میکنیم، مثلا شفت 4. شفت 4 میتونین شما کیبورد اکسترا داشته باشین، F4 را فشار بیتین، همچنان به آدرسی مطلق تبدیل میکنه به این شکل. خب کاما بعدا مکمل جدول خود انتخاب میکنیم به این شکل بدون هیدینگ ها. هیدینگ ها را انتخاب نمیکنیم. مکمل جدول خود را انتخاب کردیم. باز اینا را به آدرسی مطلق تبدیل میکنیم به این شکل. علامه دلار را در بین کالم هیدر و راه هیدر ها تیپ میکنیم. بعد از اینکه ما به آدرس مطلق تبدیل کردیم اینا را، آدرس های را، خب دیجا باز دوباره یک کامه، باز یک فرمول است به نام کالمز. کالمز قوس شروع، قوس شروع. بعدن اینمی هیدینگ را انتخاب میکنیم، مثلا student id و name را انتخاب میکنیم. صرف اینمی هیدینگ خود را به این شکل. بعدا اینمی سیل اول را یعنی student id میباشه. ما میخواییم که از id معلومات را معلوم کنیم. ببینید اینمی را به آدرسی مطلق تبدیل میکنیم، مثلا علامه دلار را تیپ میکنیم به این شکل و کالم و را باشه. ای نیم را به حال خودش میمانیم، مثلا اینمی سیل را ایره به آدرسی مطلق تبدیل نمی کنیم. بعدا
Kaos band, koma, sıfır, bora, kaos band. Bahadır sıfır mı diyeyim yani ba exact match ya exact value tabdil mekuna. Dostan azira da ders hoy badi inşallah mekhanim da bakhshi khas VLOOKUP. Vayra enter mekunim. Bibinin onamu ID ba ki marbut buda VS001 ba sali marbut buda. Bibinin به شکل آلی را کش میکنیم ببینیم اینجا تاریخ ما به شکل عددی آمد چون فرمت تاریخ تعیین نشده هر دو را انتخاب میکنیم به شکل شارت دیت را میگیریم خب بعدا حال دیجه تیپ میکنیم مثلا سالی باشه به آیدی VS 00 5 مثلا باشه انتر ببینید اینمی آیدی از کی است ولی ببینید وحید الله نام پدرش کورس کامپیوتر تاریخ شروع تاریخ ختم به شکل نمراتش بعدا نتیجهش پست بوده هر کدوم آیدی را خواسته باشیم مثلا وی اس 00 مثلا نو انتر ببینیم کی بده وی اس خلیل طاهر کامپیوتر و تاریخ شروع ختم یعنی سی ون نمره گرفته فیل یعنی ناکام بوده این همچنین به شکل سنتر هم میکنیم به شکل باشه خب بعدن کمی اضافه در ایدیت میکنیم را کمی جالب و اترکتیب بیایه ما میخواییم که هرگاه ما اینمی آیدی است وی اس سپر سفر نو را در اینجا تایپ کردیم معلومات را در اینجا به ما نمایش داد ما میخواییم اینمی آیدی به رنگ سبز یا سرخ درایه در جدول هم به شکل به ما نشان بده به خاطر چی میکنیم جدول را مکمل انتخاب میکنیم بدون هیدرها بعدا میاییم به تب هوم کاندیشنال فرماتینگ نیو رول را کلیک میکنیم به این شکل نیو رول را کلیک میکنیم بعدا یوز فرمولا این دیترماین ویچ سیلز تو فرمات نیجه کلیک میکنیم مساوی اینمی آیدی مساوی باشه به ای آیدی خب اینجا باز ای آدرسی مطلق از ایره آدرسی مطلق را را از اینجا حذف میکنیم چی باشه مثلا با فرمت از این میاییم رنگ اونمو رو به این شکل در آید یا کم رنگ به این شکل باشه فونت یا استایل ختم به شکل بولد باشه رنگ ختم همچنان سفید باشه اوکی بعد اینجا اوکی میکنیم ببینید به شکل حال ما نوشته میکنیم اینجا وی اس سپر سپر مثلا 4 ببینید اینمی 4 حال که انتر میکنم ببینید اونمو آیدی ما در جدول ما به ما رنگ متن را یا خط را سفید کرد و بگراند خط را بگراند رو را همچنان به رنگ نسواری تبدیل کرد هم همچنان خط ما بولد شد ببینید به این شکل چون در جدول هم معلوم میشه کدام آیدی است مثلا VS 00 8 باشه مثلا انتر ببین به این شکل شاگردای عزیز بعدا ما میتوانیم اینمی جدول در یک صفحه باشه اما معلومات خود را در صفحه بعدی همچنان نمایش بدیم مثلا جدول ما در این صفحه است
در اینجا یه نمی آیدی ها را انتخاب میکنم، یه نمی آیدی را انتخاب میکنم، هیدینگ ها را ببخشید کنترل سی کپی میکنم، در اینجا یک شیت دیگه میگیرم. ببینید خود اینجا کنترل وی به این شکل، بعدا در اینجا یک آیدی را نوشته میکنم وی اس 001، بعدا مثلا این نیم باشه به شکل. اینجا همچنان باید نیم میشد. خب حال جدول ما در این صفحه دوم است، اما ما میخواییم در اینجا نتایج را ببینیم در صفحه سیوم و چهارم. اینجا نوشته میگیم مسافه با وی لوکاپ قاز شروع، آیدی را انتخاب میکنیم، این را به آدرس دهی مطلق تبدیل میکنیم به این شکل، بعدا کاما، بعد از کاما به شیت دو کلیک میکنیم. به شیت دو کلیک کردیم یعنی می جدول را مکمل انتخاب میکنیم. باز در فرمول بار کلیک میکنیم، در اینجا فرمول را به آدرس دهی مطلق تبدیل میکنیم به این شکل، به این شکل. بعد کاما فرمول کالمز رو نوشته میکنیم، پلس شروع. بعد از این دوباره به شیت 4 کلیک میکنیم، اینجا انتخاب میکنیم student ID و نیم رو. اینجا دوباره بس شیفت 4 یعنی آدرس مطلق تبدیل میکنیم به یک شکل، بعدا قوس بند کاما 0 قوس بند انتر. ببینید سالی به یک شکل فرمول را در این سیل ها همچنان کپی میکنیم. ببینید اینجا تاریخ ما به یک شکل آمد، اما در اینجا فرمت تاریخ تبدیل میکنیم به یک شکل. ببینید حالی اینمی آیدی یک کی بوده، سالی خیرالله کریم الله کامپیوتر به پست بوده 92 نمره داشته، این به این شکل ببینید 92 نمره داره. اما این پنج کی است، ولی وحید الله کامپیوتر 62 نمره پست بوده. ببینید ایره میبینیم مثلا وی اس 00 5 مثلا انتر. ببینید ولی وحید الله کامپیوتر تاریخ شروع خدم 69 رو پست. خب دیگه ببینیم اینمی نو آیدی نمبر نو کی است، خلیل طاهر نام پدرش کامپیوتر تاریخ شروع خدم 35 نمره فیل شده. خیره یک دفعه میبینیم. خب وی اس 00 مثلا نو باشه، خلیل طاهر کامپیوتر تاریخ شروع ختم 35 نمره فیل. هم در عین شیت میتونین اینمی معلومات رو نمایش بدین، همچنان جدول مده شیت دیگه باشه و شما میتونین در شیت بعدی همچنان ریزلت را دیجا نمایش بدین. شاگردان نهایت عزیز، این بود درس امروزی ما. تا درس های بعدی خداوند یار و مددگارتان باد. خدا حافظ.